در سری برنامه های نون و نمک شما رو میبریم دیدن ایرانی های مهاجر در گوشه و کنار دنیا تا ببینیم تا چه حد به غذای ملیشون وفادار موندن و البته یه ناخونک هم به سفره کشور میزبان میزنیم. مرحبا، خوش اومدین به شهری که نصفش تو آسیاست، نصفش تو اروپا. شهری که کبابش عمودی میچرخه، پنیرش پاره میشه، بستنیش کش میاد و ماهیاش با سس آتیشه. به استانبول شلوغ خوش اومدین. در سفر استانبول میریم بازار، معجونی میخوریم، از تنگه بوسفور میگذاریم، از اروپا میریم آسیا، جایی که هم امروزی هم سنتی. و در این برنامه میفهمیم که آتیش چه مزه‌ای داره. این هفته مقصد ترکیه است، کشوری در اروپا و آسیا. استانبول شهر زنده و پرتکاپوییه، شهری که کنستانتین امپراتور روم بنیادش گذاشت، سلاطین عثمانی زیباترین قصرها و مسجدها رو در اون ساختن و کمال آتاتورک پرچم سرخ جمهوری رو در این شهر برافراشت. اینجا شهریه که تمام این تغییرات رو هنوز در خودش حفظ کرده، به خصوص تو بستنی‌های سنتیش. شامورتی بازی بستنی کشی رو دیدین؟ یه غذای نمایشی دیگه که پشت پنجره با من درست میکنن، به خاطرش هم کلی توریست میاد از اینا میخره. این غذا اینجا میبینین بهش میگن گوزنمه، که مال مرکز ترکیه هستش. یه چیز شبیه پنکیک یا نون لواش خودم میچرم لاش میذارن، که این چیزاست. پنیر گوشت چرخ کرده است، پنیر ترکیه، اسفناج و کدو. این خانم درست میکنه برام رو مایتا میذارن. اینجا آشپزخونه ها رو مخفی نمی کنم، میذارم پشت ویترین که همه ببینن. خوردنی های سرپایی استانبولی خیلی نمایشی بود همونطور که دیدیم. حالا میریم میخواییم یک غذای بخوریم که تماشاییه، یعنی نون و نمک رو اینجا میخواییم به سیخ بکشیم کنار منقل، اونم با یه ایرانی که اهل اینجا هستش. علی جان چطوره؟ مخلصی؟ خوبی آقا؟ بریم تو؟ بریم بخور بخور. بریم پا منقل. علی این منقل این گندگی اینجا چی میگن بهش ترکا؟ اجاق باشی. بس ایشون هم اجاق باشی باشی به جا آشپز باشی. بس جرشه. حالا سلام خوبی. دبا یه فلفل هم گذاشت و گوجه فرنگی. میدونم من گیاه خورم. این جریان منقل چیه؟ مثل چلو کباب شنش سنتی شونه؟ آره یه قسمتی از فرهنگشونه. اینا چون مثل ما خیلی دوست دارن غذا خوردن و یه جور یه مرامی داره این اجاق باشه، معاشرتیه، معاشرت میکنم با هم ساعت ها پای منقل. علی خودت پای منقل ها یا اجاق باشی ها بودی؟ نه. خب باز پا آوردیم اتا این همه ساعت تو ترکیه. کباباشون بلند یا کوتاست؟ دونه دونه میذارن، خیلی کوچیک کوچیک میذارن. با راکی که عرقشونه مثل شیشلیکه. آها خیلی اوکی. دو تا بذار تو بخوری دیگه. این آداناس همون کوبیده خودمون. کوبیده خودمون رو پیاز. خب اینا چه مزه هاست؟ ها این سالادیه که الان درست کرد؟ آره الان درست کرد. آقا این خیلی باحاله. گوجه فرنگی بود و یه جایی به نام سمیزوتوه که با ماست قاطی میشه، یه جایی مثل ماست موسیرشه، نه مزه سیر میده. غذای منقل ها. آقا پس بخوریم و راجع موضوعی هم حرف بزنیم، راجع سیاست صحبت کنیم که اشتهام گفتمون بشه. عجب خوشمزه است. یکی از قسمت‌های دست نخورده شهر بازار بزرگ قدیمی استانبوله که
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد میگن اون تو پیدا میشه. اینجا علی هم مترجم من بود و هم راهنمای خریدم. ولی یه نوعشه چون چند رو دارم. آره این یه نوعشه همش از شیر بزه مثل پنیر تبریز خوده آقای بزه شیر. آره این گوشت هم دارن اینجا میشه؟ آره اینا مثل بیکن هم ولی از پشت گاو درست میکنم. آره از پشت فقر از گوشت یه سانده اونجا آقای بریده بریده هست؟ آره آه این گوشت هم از اینجا نازک نازک میبورن نه؟ اینه اینا رو یا تو صبحانه میخورن یا توی غذایی میذارن یا به عنوان چیز خالی مزه. آره خالی و خام میخورن مزه عرق خیلی هم آویزه شده هاش هم اونجا هست. آره. نه سوستش هم این مزه بیرون زالو محصولات خوشبار ترکیه خیلی معروفه و یکی از صادرکننده های بزرگ فندق به دنیا هستن. بنابراین دیدنی ترین قسمت بازار چارسوی آجیل و خوشبارشه. علیکم سلام مشکل دارید. آقا ببر ما توضیح بدین چه ترکیه امروزی میوه‌ایه ها؟ بیرادر در سن. قیسی و گردو رو به این به سبک همون به قول تو دونر درست می‌کنن. این فضا میذارن چه خوشمزه است. بعد چای جون میدن. چای لا اولو نمیدونم. چاپ گوزا سوپر. اینا چه راحت هورمای ترکیه؟ خدا دود چویس. دود چویس. بنا سوجوک. بهم میگن سوجوکش ولی شیرینی توریه از توت و گردو درست. و البته باسلوغ ترکی که حرف نداره لغم بهش میگن. محشره یک گرده شکرم روش زدم. استانبول محله‌های قدیمی و کوچه‌های خاطره‌انگیز داره. یکی از معروف‌تریناش اینجاست، خرا. محله‌ای که از زمان عثمانی 200 سال پیش پاتوق هنرمنده و تخت بازه و عرق‌خورا بوده و هست. تو پرا از نون و نمک خبری نیست. اینجا راکی بالیکه، یعنی عرق و ماهی. این غذای ملی این کوچه هاست. مرحبا. درود درود. سلام مرحبا. سلام مرحبا. سلام مرحبا. لالا تو خود هنرمند میتونی اینجا؟ آره اکثر هنرمند ها میان اینجا. خود چی؟ چیکار میکنی؟ من نقاشم. بعد برای دکترام اومده بودم استانبول. دانشگاه معماری سینان تموم کردم و موندی؟ بعد دیگه موندم. اینجا درس نقاشی خوبه؟ نقاشی؟ آره از لحاظ تئوری خیلی بهتره ولی از لحاظ عملی ایران زیاده. خیلی بهتره. این آقا مثل اینکه هنرمنده بقید دستانش سنز هنرمنده معروف ترک هم؟ آره آره عکاسه و مهمت اومان ترانه‌نویس و عکاسه. How many years you've been singing and writing songs? Approximately 35 years. 35 سال چجا؟ و یه سی خالکوبی چی نوشته؟ بودا گچر. یعنی این نیز بگذرد. یه همچین محلی و فقط مثلا یه هنرمند نیست، هم نقاش داره، هم مجسمه ساز، هم فیلم نویس. یعنی همه هنرمند رو توی این همگرم ملاقات میکنن اینجا ها. ملاقات میکنن. ترک ها یه سری پیشغذا یا مخلفات دارن که بهش میگن مزه. هر رستورانی توی موردش تخصص داره. اینجا فلفل دلمه تنوریش عالی بود. لالا اینجا ماهی خوردن رو شروع کردی؟ چون تو ایران ما نداریم. شروع کردم و واقعا ماهی رو باید اینجا خورد چون خیلی خوشمزه درست. و تازه ها؟ و تازه. لازم شرفه دیگه نه که؟ آدی با خدا. اصلا تو خیابونای مرکزی استانبول قلقله است. از خود محلی ها گرفته تا جهانگرده همه میزنن بیرون. هنوز وقت شام نیست ولی خب خیابون تقسیم جون میده برای خریدن و خوردن هله هوله.
آفتاب داره در استانبول غروب میکنه. بنابراین با همدیگه میریم تو قسمت‌های تاریک‌تر شهر. بزن و بکوب از یه طرف، بگو و بخند از یه طرف دیگه. من عاشق اینجور آدم ها. شب زنده دارا. تو این کوچه پس کوچه های استانبول نبض شب تو دست آدمه. اینجاست که میشه طعم واقعی ترکیه رو چشید. وقتی که استانبول تاریک میشه این خیابون روشن میشه، صداش هم انقدر بلند میشه که میدونی همسایه نمیخوابن. مردم اینجا هم میان غذا بخرن، هم حتی خریدشون بکنن. یه چیز جالب هم اینجا میفروشن. صدفه. صدف رو تمام کوچه پس کوچه های استانبول میفروشن. ولی ما باید چندش بخورم بهشم میگن میدیه. را رحم کنه البته اینو بخوریم چه بلای سرمون بیاد. حالا بخورم اینم خورم. صدف داغ داغ هم هست با اجازه. بعد از اون چیزی که من خوردم واقعا یه چیز تر و تازه میچسبه. اینجا هم که انگاری بازارشون تا صبح بازه. صحنه عجیبیه که بعد 25 سال دارم میبینم و واقعیت داره و اون چیزی جز این که زغالخته رو توی استانبول پیدا کردم. اونم عجب زغالخته، یعنی باورم نمیشه. حوالی همین استانبول اینا رو در میارن. آه محشره. و تمش. افندم. کاش برا؟ 18 پرایس. در واقع مردم پاچه 18 ریال امیدواری. ولی خب واقعا میارزه. من خب 100 کیلوش رو بخرم برم صادر کنم به لندن. عجب گوجه‌ایه نه؟ آلچه. آلچه. یس. 41 40. اوه اوه اوه. 40 چهل میرشد 40 با 40 زیاد نشد؟ تشکرلر، مرسی، بسوار تشکر. خدا میده ساعت چند شبه، ولی این میه فروشی، سر فروشی هنوز چراغونیه، رستوران هم هنوز بازن. من رسیدم سر دوراهی تصمیم، چیکار کنم، برگردم تا صبح یا برم بخوابم تا صبح؟ میخوابم. صبح که آفتاب طلوع کرد از سمت شرق، از سمت آسیا، منم هوایی شدم. گفتم چرا نرم اون ور، برم اون طرف استانبول، اون طرف آب. سوار تاکسی شدم و البته خوشبختانه سرم اصلا کلا نرفت. از حصار قدیمی شهر از زیر تاقیاش گذشتیم و رفتیم به طرف اسکله، جایی که کشتی هر 15 دقیقه یک بار مسافرها رو از آسیا میبره به اروپا و بالعکس. اونجا دل زدم به دریا. الان سوار کشتی میشیم، از قسمت اروپایی استانبول میریم قسمت آسیایی. میگن اونجا عیون نشینه، خیلی موندش بالاست، خیابونه داره که لندن رو میذاره تو جیبش. خوابم بردن. تنگه بسفور گذشتیم، به قول خواهی ترک ها بغاز رد شدیم، رسیم به آسیای زیبا. اینجا یکی از خیابونای معروف استانبول قسمت آسیاییشه به اسم بغداد برزبت با. خیلی خیابون طولانیه. چیزی که متوجه شدم که اینجا توریست خیلی کمی، این اصلا نیدم و بیشتر خود ترک های استانبول هستن و شیک پوش. ما تو قسمت عیون نشینش هستیم که مغازه‌های مارکدار داره و رستوران‌های گرون قیمت ها. شهر
شبهای استانبول زنده و شلوغه، حتی در قسمت آسیایی‌اش که بیشتر خود اهالی زندگی میکنن و البته اصلا از توریست خبری نیست. در خیابون اصلیش جوانا تو رستوران جمع میشن و لبی تر میکنن. خیابون بغداد داره شب میشه و شلوغ فلوغه. تو یکی از رستوران‌هاش نشستیم که پاتوق طرفدارای تیم فوتبال فنرباغچه است و اعضای فوتبال هم میان اینجا بهشون امضا میدن. تو گاهی الان که نگاه میکنم میبینم جوانای ترک مثل خودمون اهل همبرگر و پیتزا و سیزن سرخ کرده و چیپس و مایونز اینجور چیز میزن و البته آبجو. منم که اصلا از فوتبال فراری، ولی شدیداً اهل هنر. خوشبختانه خونه لاله که نقاشی میکشم همون بغل بود. دعوتم هم کرده بود که برم نقاشیاشو ببینم و دستپخت همخونه‌ایشو بچشم که غذاهای عالی ایرانی ترکی میپزه. اینا نقاشیاته؟ خیلی قشنگ عالی. چه میز قشنگی آقا. کاش که همه دانشجو اینجوری بودن. حتی آقا چیار میذاریم سر سفره؟ آشپزخونه ولی دیگه دانشجویه نه؟ یعنی این ردخور نداره. رضا چی قراره بپزیم برامون؟ والا به قول ترکا کفته تا باقلیات و پلاو. خیلی خب، پس گوشت چرخ کرده اینا و گوشتشون خوبه؟ لوبیا چیتی. بعد تو پلو چی می‌ریزی؟ شیریت می‌ریزم با جعفری و پیازه و عدس و لوبیا و کشمش. به به، آشپز باشی رضا. خب به 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 و ترکا دارن؟ به زبان فارسی؟ نه، ترکا به به ندارن. ندارن؟ چهشه دارن؟ خیلی غذای دانشجو چی هستش راستی؟ غذای دانشجو که والا ما از این جور چیزا درست میکنیم و میخوریم. آره وقتی میخوریم دیگه اینطوریشا میخوریم. شما جز به دانشجو حساب نمیشیم پس. لاله مینم که نقاشیاتو زدی به دیواره خونه اینجا؟ گالری داشتم. گالری داشتم، بعد اینجا نزدیک بود آوردم، آویزون کردم اینجا. قیمت خونه رو بردی بالا. آره دیگه. نه، اینجا جمعیت ایرانیاش چطوری؟ زیاده؟ کمه؟ تجربه است. والا تا جایی که میدونم هم دانشجو زیاده، همونه که به اصطلاح اینجا کار میکنن. چه پزشکا چه مهندسین و اینا. ولی کارمند داری؟ بله. ولی من حالا نمیتونم رقم دقیق بگم. من جمعه هم بگو خواهش میکنم. آه این برنج هم خیلی ساده به نظر میانیم. ترکا ادویه استفاده نمیکنم مثل ایرانی هم. نه ادویه استفاده نمیکنم. تنها ادویه که استفاده میکنم فلفله. از لحاظ طعم من اینو ترجیح میدم، چون طعم هر چی که تو غذا هست رو میگیرید. یعنی ادویه بوی ادویه دیگه اونو چیز نمیکنه، هر چی که نمیکنه غلبه نمیکنه. حتی بعد اجناسی که توش استفاده مرغوب باشه. بله دقیقا. مثل این و خود آشپز شده. خواهش میکنم. خوشتون اومد. از خیلی خوشحالم. تعداد زیادی ایرانی در شهر استانبول زندگی میکنه. دانشجو، خانواده، مهاجر، کارمند و البته موزیسین از این نوعش. فردا صبحش گفتم برم قسمت اروپایی دیدن بناهای تاریخی. یکی از بناهای دیدنی شهر استانبول مسجد ایا صوفیه است که در محله قدیمی سلطان احمد بنا شده. این بنا تاریخچه عجیب و جالبی داره. کنستانتین امپراتور روم که مسیحیت رو پذیرفت، روی یک بنای قدیمی معبد جوپیتر این کلیسا رو می‌سازه. بعد 550 سال پیش سلطان محمد دوم نخستین شاه عثمانی این کلیسا رو به مسجد تبدیل میکنه و 70 سال پیش در زمان آتاتورک این بنا یعنی ایا صوفیه به یک موزه و جاذبه جهانگردی تبدیل میشه. البته اطراف مسجد هم جاذبه‌های خوردنی زیادی داشت. ساندویچ های ماهی کنار اسکله خیلی معروفن. البته بی نهایت چرب و شدیداً احتیاج به چاشنی دارن. خوردن یه همچین ساندویچ ماهی اون موقع صبح خیلی سخته، ولی خوشبختانه قایق انقدر تکون خورد که راحت فوری رفت پایین. یکی
یکی از وقت گذرانی ها و البته کاسبی های مردای استانبولی ماهیگیری روی پل های شهره که کمر نیستن، از صبح تا شب وای میسن قلاب میندازن تو تنگه. خوبم ماهیگیرشون میاد، ولی من بد شانس بودم و گشنه. حالا زیر پل کارو نه آبا، زیر پل امین نونو تو استانبول هستیم. یه آشپزخونه که میخواد برامون ماهی نمکی درست کنه، ماهی که بعد بشکنی بخوریش. ببین اصلا آشپزخونه‌ش اینا کنه، ببین آشپزمون کیه. اگه چاق باشه غذا خوشمزه است. ماهی آشپزمونه. آها. خوشبختانه توپل خوشونم ماهیگیره است. آقا نه اونجا نارنجی پوشیده ماهیگیره بود. ولی ما کلک می‌خوایم بزنیم، میریم تو بازار ماهی می‌خریم. توی ماهی رو با یه سری سبزیجات پر میکنن، بعد میذارنش لای این ورق آلومینیوم که حتی این روزا این کار میکنن، قدیما این کار نمیکردن، و بعد کلی نمک میخوابونن دور و برش و روش، درست انگار میشه یه تیکه سنگ نمک. بعد میذارنش توی فر یه مدتی بپزه. حالا وقت توزا بالوکه، یعنی ماهی نمکی اینم قاشق چنگالشه. به به، توده از نمک. غذایی که آخر از همه رفتم سراغش، کباب ترکی. بالاخره پیدا کردیم کنج میدون استقلال. اینجا یه ردیف کباب ترکی است که به حدی چراغونی کرده که مگسا و منو جلب خودش کرده. هستی بگم که اینجا یه همبرگرای داریم به اسم اسلاک همبرگر، یعنی همبرگر خیس که شامل گوشت و سیره و سس خیلی تون و خیس هم است. ولی مهمترین قسمت اینجا غذای خیابونی کباب ترکیه. افندیم های خوب هستیم. این کباب ترکی ها اصل تیکای گوشت میبرن، حتی اینو گفتن نداره، یه دیدن داره. افندیم ها بیگ باز دیست بخواهیم صبح چقدر بودن دیست اینقدر. این حتی یه مقدارم حتی کارگردان هالیوود هم هستی خونه زیاده روی کرد در اندازش. اوه عجب خیارشورایی و چه گوجه فرنگی. وح وح ساندویچ درجه یک تشکر، خیلی ممنون. کباب ترکی استانبول. قبل از ترک استانبول دوباره یه سر رفتم بازار قدیم که از چهار گوشه دنیا اجناس بدل و اصل اونجا ریخته، ولی نرفتم که سوغاتی بخرم، نه، رفتم به دنبال یک نوشیدنی. الان تو قسمت چهارسوق بازار استانبول هستیم، قسمتی که مسکرا و فلسکارا هستن. اینجاست که وسایل قهوه درست کنی، قهوه جوش اصیل رو میخوان نیا کن چه شکلی. قهوه ترک. مرحبا. درود. سلام. خوب هستی شما؟ مرسی. قربانت برم. خیلی خوش اومدید. آقا اومدم اینجا چون شما فارسی بلدی؟ کم میدونم. خیلی زیاد نه. کافی میدونی. مرسی. و این قهوه جوشای برای قهوه ترک می‌خواستم اینا چه شکلی بوده؟ قهوه جوش. شما مدل خیلی اصیلش رو دارید. بله. این قهوه جوش مثل کارای اصفهان دیگه اینا. بله، مثل کارای اصفهان. و این میزان قهوه خیلی عالی. اگر که یک فنجان کامل می‌خوری سکته به خدا مست مست. بعد با هیزم درست میکنن آتیش قهوه رو میجوشونن. قهوه رو با منقار. منقار ها. بله. قهوه مز کائنات حاضر. آه قهوه حاضر شد. بله بفهم. قهوه هل داره توش. درجه یک. این پارچه برسینید سفارشی. به بله. کف نداره، شکرش هم با خودمونه. 10 دقیقه 15 دقیقه sonra bir fincan daha. یا یارم ساعت sonra bir fincan daha. Afiyet olsun. فال همیشه ببینین چی هست. سنا یه مسافرت var سفر. آره سفر تو رو. یکی آدم قد بلند نیست. متوسطه. متوسط. بو سنا bir düşmanlık
فکر دیر که بیر زرار برسن. آها فکرش این به من زرار برسونه. ولی هیچ نمی ترسی که زرار برمز. آها هیچ نمی ترسی. خدا رو شکر آقا. الله هنوز به خوبی و خوشی تموم شد. نوشی جان. بعد از این فال قهوه منم خودم رو مسلح به سوقاتی های فلزی کردم. من میرم به جنگ سرنوشت. سلامت. قربون شما.